درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 29 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 8 دی ماه سال 1402 خورشیدی. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه 8 دی ماه از فشار گسترده اقتصادی بر مردم ایران انتقاد کرد و گفت ملت ایران زمانی ثروتمند بود ولی اکنون فقیر شده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان مشکلات معیشتی مردم در جامعه گفت اگر سیاست‌های داخلی و خارجی حاکم بر کشور به نفع مردم و منافع ملی تغییر نکند، مشکلات بیشتر می‌شود. وی از بی‌ارزش بودن پول ملی ایران به عنوان یکی از دلایل گسترش فقر در کشور نام برد و گفت مسئولان جمهوری اسلامی باید به داد مردم برسند. مولوی عبدالحمید با اشاره به بحرانی بودن شرایط معیشتی مردم خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت اول به فکر ملت ایران باشید و بعد کشورهای همسایه. این روحانی سرشناس اهل سنت مشخصاً از افزایش قیمت‌ها و مالیات در ایران انتقاد کرد و از مسئولان کشور خواست که سیاست‌های داخلی و خارجی را بر اساس منافع ملی تغییر بدهند و به راه حل‌های اقتصادی توجه کنند. مولوی عبدالحمید با بیان اینکه تمام اقشار جامعه اعم از کارگران، معلمان و کارمندان توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی را ندارند، گفت مردم گرفتار فقر و فساد در جامعه هستند و مسئولان نباید کسری بودجه را با افزایش مالیات ها از جیب مردم تامین کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین افزود حقوق دریافتی معلم ها، کارگران، بازنشسته ها و کارمندان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی امروز هم همانند هفته‌های گذشته نمازگزاران بعد از پایان نماز جمعه راهپیمایی سکوت برگزار کردند. حال بهش خبر داده که امروز هم جو امنیتی شهر زاهدان به شدت امنیتی بوده و نیروهای نظامی و امنیتی در همه معابر و خیابان‌های منتهی به مسجد مکی و مصلی زاهدان مستقر شده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 4 تن به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل صبح امروز جمعه 8 دی ماه در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی اعدام شدند. منابع حقوق بشری میگویند که اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته که درخواست اعاده دادرسی از توی وکلایشان مطرح شده و در حال بررسی بود. بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی در پی انتقال این 4 تن به سلول انفرادی، تجمعی در شامگاه پنجشنبه مقابل زندان ارومیه از سوی خانواده‌هایشان برای جلوگیری از اعدام آنها برگزار شده بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نام این افراد را وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی اعلام کرد و نوشت که آنها اعضای یک گروه 10 نفره بودند که همگی در یک پرونده به ارتباط با موساد به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شدند. رضا شفاخواه وکیل دادگستری از برگزار شدن جلسه دادگاه محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور و رحیمه یوسف زاده مادر نوید بهبودی از مادران دادخواه آبان 98 به اتهام عضویت در گروه مادران دادخواه و فعالیت تبلیغی علیه نظام در روز چهارشنبه 6 دی ماه خبر داد. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه علیه آنها در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به اتهام عضویت در گروه مادران دادخواه و فعالیت تبلیغی برگزار شد و منتظر صدور حکم دادگاه هستیم. محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده دو مادر دادخواه اعتراضات آبان 98 پیش از این به دلیل فعالیت‌های خود در مسیر دادخواهی سابقه بازداشت داشتند. آنها در تاریخ 20 تیر ماه سال 1401 همراه با شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و اوایل امرداد همان سال به صورت موقت آزاد شدند.
علیرضا آزاد، استاد الهیات دانشگاه فردوسی مشهد و از حامیان دانشجویان معترض از اخراج خود از این دانشگاه خبر داد. به در یادداشت اینستاگرامی نوشته است که بعد از 26 سال تحصیل و تدریس در دانشگاه فردوسی دستور رسید که خانه‌ام را ترک کنم. علیرضا آزاد در بخش از این پیام دلیل اخراجش را خودداری از اعلام براءت از امضای نامه حمایت از حقوق دانشجویان و استقلال دانشگاه در سال گذشته ذکر کرده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه گزارش دادند که تعرفه اینترنت در ایران به میزان 34% افزایش یافته است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امروز جمعه با صدور بیانیه‌ای تایید کرد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده بعد از جلسه اپراتورها در رگولاتوری، تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود 30% افزایش یابد. این سازمان افزود که این افزایش قیمت به شرط پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آنهاست. زعفران گرانترین ادویه جهان است و ایران بزرگترین تأمین کننده آن. به گفته یه تولید کنندگان و بازرگانان، تغییر الگوهای آب و هوا و کمبود آب تأثیر زیادی بر تولید زعفران در ایران گذاشته و منجر به کاهش قابل توجه بازدهی زمینهای کشاورزی شده است. این شرایط قیمت گرانترین ادویه جهان را به بالاترین حد خود رسانده است. کشاورزان منطقه خراسان که شامل تربت جام هم می شود گفتند که محصول امسال کمتر از نصف سال 2022 خواهد بود. علی شریعتی مقدم، مدیر اجرایی شرکت نوین زعفران، به عنوان یکی از تولید کننده ها و صادر کننده های پیشرو در این صنعت گفته است که پیش بینی می شود کل تولید سال جاری از نزدیک به 400 تن در سال گذشته به حدود 170 تن کاهش یابد. در نتیجه این تغییرات قیمت زعفران ممتاز افزایش یافته و به 1400 دلار در هر کیلوگرم در داخل کشور رسیده که دو برابر قیمت سال گذشته است. به گفته یه تامین کنندگان این مبلغ در خارج از کشور میتواند 1800 دلار باشد. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب میکنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050
از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ارتش اسرائیل ظهر جمعه 8 دی ماه اعلام کرد که در پی حمله تروریستی در کوه هبرون نیروهای خود را در این منطقه افزایش داده است. نظامیان اسرائیلی امروز جمعه یک مرد فلسطینی را که به گفته ارتش با خودروی در حال حرکت در صدد زیر کردن اسرائیلی ها در جاده کوه هبرون بود از پای درآوردند. به گفته یدعوت اخرونوت 4 اسرائیلی در حمله با خودرو زخمی شدند. در ساعت شامگاهی پنجشنبه 7 دی ماه هم یک مرد فلسطینی از اهالی بخش جبل مکبر که یک شهرک فلسطین نشین در بخش شرقی اورشلیم است، در پی تلاش برای ضربه با چاقو به اسرائیلی ها در یک جاده نزدیک به اورشلیم کشته شد. احمد اولیان 23 ساله که مانند فلسطینیان شرق اورشلیم شناسنامه اسرائیلی داشت، 2 نوجوان اسرائیلی را با چاقو زخمی کرد. از سوی دیگر در حالی که ارتش اسرائیل از پیشروی عملیات خود در بخش‌های میانی نوار غزه خبر داده، گزارش‌ها از این مناطق حاکی است که 10,000 تن دیگر از ساکنان آن ناچار شدند که به سوی بخش‌های جنوبی این باریکه بروند، به گونه‌ای که برخی از مناطق ظاهراً دیگر توانی برای پذیرش جمعیت بیشتر ندارند. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، تسلط نسبی نظامیان این کشور بر مناطق یاد شده که جنگ در آن شدید است، دست کم به 2 هفته دیگر عملیات فشرده نیاز دارد. این رسانه‌ها نوشتند که عمده عملیات اسرائیل در بخش میانی غزه حول اردوگاه البرج در جریان است. بخش مهم دیگری از عملیات نظامی اسرائیل در روزهای اخیر در شهر جنوبی خان یونس و اطراف آن در جریان است. این شهر زادگاه یحیی سنبار، رهبر گروه افراطی حماس است که اسرائیل احتمال می‌دهد او و محمد زیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، در شبکه تونل‌های زیرزمینی مناطق پنهان شده باشد. در ادامه همین خبر، هلال احمر فلسطین در غزه اعلام کرده که تشدید حملات اسرائیلی در مرکز و جنوب این باریکه که مناطق تحت محاصره ارتش اسرائیل است، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته منجر به کشته شدن 41 تن شده است. در خبر دیگر، روزنامه نیویورک تایمز در تحقیقاتی که انجام داده شواهدی از 30 مورد تجاوز و خشونت جنسی علیه دختران و زنان اسرائیلی در حمله اعضای گروه افراطی حماس در روز 15 مهر ماه را گردآوری کرده است. پیشتر برخی رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که حماس در آموزش‌های خود برای حمله به اسرائیل تیم‌هایی از نیروهای خود را مشخصاً مأمور تجاوز به زنان کرده و آن مردان روز 15 مهر ماه قبل از آغاز حمله با مصرف قرص و مواد روانگردان در اوج روحیه کسب لذت جنسی بودند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جودی واینستین که پیشتر گمان می‌رفت جزو گروگان‌های گروه تروریستی حماس باشد، به احتمال بسیار زیاد کشته شده است. خانم واینستین همسر گاد هاگی دیگر گروگان آمریکایی اسرائیلی است که روز شنبه خبر کشته شدن او اعلام شد. روزنامه اسرائیلی جروزلم پست 2 دی ماه در پوشش خبر کشته شدن گاد هاگی 73 ساله نوشت وی 7 اکتبر زمانی که با همسرش جودی به پیاده روی رفته بود در حمله نیروهای حماس به شدت زخمی و به نوار غزه منتقل شد، اما چند روز بعد جان خود را از دست داد. نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل با انتشار مقاله‌ای در وال استریت جورنال فاش کرده که در دوران نخست وزیری خود 2 بار به نیروهای این کشور دستور داده که به ایران حمله کنند. بنت در مقاله‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد استدلال کرد که اسرائیل و ایالات متحده باید جمهوری اسلامی را که منبع جنگ‌ها، ترور و رنج بی‌پایان در سراسر جهان است سرنگون کنند. به گفته او، آمریکا و اسرائیل باید به طور مستقیم با جمهوری اسلامی روبرو شوند و آیت الله ها را مجبور کنند که تاوان کاشتن بذر آشوب از طریق گروه‌های نیابتی حماس، حزب الله و حوثی‌ها را بپردازند. نفتالی بنت در مقاله خود آشکار کرد
کرده که نخستین حمله اسرائیل به ایران به دستور او در بهمن ماه سال 1400 بود که تای آن مجوز حمله به یک پایگاه پهپاد در داخل خاک ایران در پاسخ به دو حمله پهپادی ناپرجام از سوی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را صادر کرد. نخست وزیر سابق اسرائیل افزود که در دومین مورد هم در اسفند ماه سال 1400 و به دنبال تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه، او به نیروهای امنیتی کشورش دستور داد که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ترور کنند. احتمال می رود که اشاره او به حسن صیاد خدایی باشد که روز اول خرداد ماه سال 1401 در تهران ترور شد. بر اساس نتایج نهایی که روز پنجشنبه از سوی ستاد انتخابات عراق منتشر شده، احزاب شیعه وابسته به جمهوری اسلامی اکثریت کرسی شوراها را در بیشتر استانهای عراق به دست آوردند. رأی‌گیری در 15 استان از 18 استان عراق انجام شد و قرار است که 3 استان در اقلیم خودمختار کردستان هم سال آینده رأی‌گیری جداگانه‌ای را برگزار کنند. در 9 استان مرکزی و جنوبی برندگان بزرگ احزاب یا ائتلاف‌هایی بودند که توسط گروه‌های طرفدار حکومت ایران تشکیل شده بودند، گروه‌هایی که بر پارلمان عراق هم مسلط هستند. احزاب برنده شامل ائتلاف نبری به رهبری هادی العامری از فرماندهان بلندپایه هشت و شعبی است. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و نیروهای میهنی ائتلاف دولتی به رهبری عمار الحکیم و حیدر العبادی نخست وزیر پیشین هم به خوبی عمل کردند. این رأی‌گیری پیش از انتخابات سراسری پارلمانی در سال 2025 برگزار شد و بر اساس گزارش ستاد انتخابات نرخ مشارکت در آن 41% بوده است. دادگاهی در مسکو پایتخت روسیه روز پنجشنبه دو مخالف جنگ با اوکراین را تنها به دلیل شعرخوانی در میدانی در این شهر در مجموع به نزدیک به 13 سال حبس محکوم کرد. بعد از یک سال و نیم بازداشت، دوره تحمیلی روانپزشکی، شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز توسط نیروهای امنیتی، آرتیوم کاماردین به 7 سال و یگور اشتوبا به 5 سال و نیم زندان محکوم شدند. اوکراین از کشته شدن دست کم 22 تن در حملات هوایی روسیه با 122 موشک و 36 پهپاد شاهد ایرانی به شهرهای مختلف این کشور خبر داد و آن را سنگین ترین حمله هوایی روسیه از زمان آغاز جنگ توصیف کرد. مقامات اوکراین همچنین از زخمی شدن 128 تن در حملات بامداد و صبح جمعه روسیه به مناطق مختلف کشور از جمله کیف خبر داده و اعلام کردند که شمار نامشخصی از شهروندان در زیر آوار ساختمان ها ماندند. این حملات برخی بیمارستان ها، مدارس و ساختمان های مسکونی را هم هدف قرار دادند. فرمانده ارتش اوکراین امروز جمعه اعلام کرد که سامانه های دفاعی کشور بسیاری از موشک های بالستیک و کروز همچنین پهپادهای شاهد مهاجم در نیمه شب گذشته را رهگیری و منهدم کرده است. فرمانده نیروی هوایی این کشور هم با انتشار پیامی در پیام رسان تلگرام حملات نیمه شب گذشته روسیه را وسیع ترین حملات هوایی از زمان آغاز جنگ توصیف کرده است. برندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری
و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. هواپیمای فضایی ارتش آمریکا امروز روز پنجشنبه برای انجام یک ماموریت محرمانه که جزئیات آن افشا نشده به فضا ارسال شد. ماموریت این هواپیما موسوم X-37B که به یک شاتل فضایی کوچک شباهت دارد دست کم 2 سال به طول می انجامد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این هواپیمای بدون سرنشین همچون سفرهای قبلیش آزمایش‌های محرمانه انجام خواهد شد. ایالت مین روز پنجشنبه دونالد ترامپ را از رأی‌گیری ایالتی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال آینده رد صلاحیت کرد و به دومین ایالتی تبدیل شد که رئیس جمهوری سابق را به دلیل نقشش در حمله 6 ژانویه 2021 به کنگره ایالات متحده از حضور در انتخابات محروم کرده است. شینا بلوز، وزیر امور داخلی ایالت مین، از حزب دموکرات میگوید که ترامپ با طرح ادعاهای نادرست در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 زمینه را برای شورش هوادارانش آماده کرد و سپس از هوادارانش خواست تا به سمت کنگره راهپیمایی کنند. این تصمیم البته با مخالفت نمایندگان این ایالت در مجلس نمایندگان آمریکا مواجه شده است. جرارد گلدون، نماینده دموکرات، ضمن مخالفت با این تصمیم تاکید کرد که تا زمانی که ترامپ به جرم شورش در دادگاه محکوم نشده باید بتواند در انتخابات شرکت کند. همچنین سوزان کالین، سناتور جمهوری خواه، هم در بیانیه تاکید کرد که رای دهندگان در این ایالت خود باید تصمیم بگیرند که به چه کسی رای بدهند، نه یک مقامی که توسط مجلس قانونگذاری ایالتی منصوب شده به جای آنها انتخاب کند. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بلافاصله به این تصمیم اعتراض و اعلام کرد که شکایتی در این زمینه به دادگاه تجدید نظر این ایالت ارائه می‌کند. فردی که هنگام فرود هواپیمایی در پاریس زنده اما به شدت سرمازده پشت محفظه چرخ‌ها پیدا شده بود، بعد از مداخله پلیس حمل و نقل هوایی و ماموران اورژانس بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه با انتشار گزارشی از کشف مردی به شدت سرمازده در محفظه پشت عرابه فرود هواپیمایی که در فرودگاه اورلی پاریس به زمین نشست خبر داد. بنا به این گزارش، هواپیمای یاد شده از فرودگاه شهری در الجزایر بلند شده بود و ماموران فرودگاه بعد از فرود این پرواز در پاریس متوجه مردی شدند که در محفظه پشت اهرم چرخ‌های هواپیما موسوم به عرابه فرود پنهان شده بود. به گفته یه منابع فرودگاهی، این مرد جوان که حدوداً 20 سال دارد زنده پیدا شده، اما به دلیل سرمازدگی شدید در وضعیت اورژانسی قرار داشته است. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی.
روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.